دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان امیدوار است تا دیواری مانند آنچه که جورج بوش در آخرین سالهای ریاست جمهوریش ساخت در سراسر مرز بین ایالات متحده و مکزیک بسازد. او که بارها در جریان تبلیغات انتخاباتی روی این نکته تاکید داشته، بار دیگر 24 ژانویه 5 روز پس از استقرار در کاخ سفید در توییتی نوشت که ساخت دیوار به دلایل امنیتی انجام می شود. ترامپ دو هفته پیش از انتخابات ماه نوامبر با رئیس جمهوری مکزیک انریکو پینیانیتو دیدار کرد و به گفته او نتیجه این گفتگوها کاملا مثبت بوده. ترامپ اعلام کرد اتخاذ موازین امنیتی مهمترین محور گفتگوها با رئیس جمهوری مکزیک بوده است. اولین بار در ماه مارس سال 2015 بود که بحث دیوارکشی در مرز دو کشور مطرح شد. او گفت: من دیوار بزرگی در مرز جنوبی ایالات متحده می‌سازم و مکزیک را وادار می‌کنم پول آن را بپردازد. با توجه به 23 میلیارد دلاری که مکزیکی‌های مهاجر در آمریکا برای خانواده‌هایشان سالانه به مکزیک ارسال می‌کنند، ترامپ می‌تواند امیدوار باشد از این افراد مالیات بگیرد و پول آن را صرف ساخت دیوار کند. او همچنین می‌خواهد درباره شرایط توافق تجاری نفتا، پیمانی که سال 1994 بین کشورهای آمریکای شمالی امضا شده، دوباره مذاکره کند. با توجه به توافق نفتا، 80% از محصولات مکزیکی سالانه وارد ایالات متحده می‌شوند. یک شنبه گذشته در حالی که ترامپ تازه تحلیف شده بود درباره مکزیک گفت: ما سخنان مهمی با مقامات مکزیک و رئیس جمهوری این کشور داشتیم، سخنانی که ما را با آینده خوشبین می‌کند. همچنین به زودی درباره شرایط نفت و بحران مهاجران و مسائل امنیتی گفتگو خواهیم کرد. فکر می‌کنم با توجه به این گفتگوها آینده روشنی برای مکزیک، ایالات متحده و امنیت در این منطقه خواهیم داشت. وزیر خارجه مکزیک لوئیس ویدگارای هم پس از این جلسه گفت: البته ما درباره توافق‌های جاری تجارت آزاد مانند نفت دوباره مذاکره نخواهیم کرد. همیشه میتوان از این توافق خارج شد و با توجه به اصولی که سازمان تجارت جهانی برامان ترسیم کرده، وارد تجارت‌های دو جانبه بین دو کشور خواهیم شد. مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، دومین ابرقدرت اقتصادی در میانه شهرهای آمریکای لاتین است. مکزیکو سیتی پل ارتباطی بین ایالات متحده و جنوب قاره آمریکا نیز هست و آمریکایی‌ها برای گسترش تجارت خود در جنوب قاره آمریکا نیاز به این شهر و دولت مردان این کشور دارند.